سلام، خوش اومدید به یک قسمت از ریاکشن ویدیوهای کانال خودتون فرشاد فرنای فاجی عکس مودی اوسافی رو تامنل تو رو اول فاز. توی این ویدیو ترک اوف رو میخواییم گوش کنیم از مهراد دیدن ساما میرسون سوار هم جوی مودی اوسافی. من هیچ ایدهی راجع به اینکه خروجی چی قراره در بیاد ندارم، البته چرا یه سری ایده ها دارم، ولی کاور که به نظر من خیلی بامزه است. یه حالت ماکاپ توریه، ماکاپ سبودی از بچه هایی که تو ماشین سانروف دار نشستن و ماشین کروب سانروف داشت. نگاه استیل گنگو تن هیدن، هیدن هم تو شدید شبیه هیدن نیست واقعا. تیشرت و لوگو زدبازی تن ویلی، سورا امجای اون پشت پافر تنش و مودی موسوی سیگار تن لبش و گیتاری که از تنزو گرفته هم فکر کنم تنزوش هدیه دادم دستش و روی ماشین هم نوشه کرملین. کرملین اون کاخ روسیه است، شبیه هم کاخ سفید هست. لینک توی دیسکریپشن هست از کانال یوتیوب تنزو، فکر میکنم از کانال یوتیوب مهراد دیدن پخش شده کار، از اونجا قرار روش کنم کارو. بجز اون لینک کانالای من توی صفحه من توی فضای مجازی به علاوه کانال اسنر و کانال دلول توی دیسکریپشن وجود داره، دوست داشتید سر بزنید به اونجا. ویدیو یه نکته مخفی داره که اولین کسی که تو کامنت دقیقه و ثانیه نکته مخفی بنویسه کامنتش پین میشه. اگه فور گنگ کارو بچید تو کامنت، بریم سراغ شنیدن اوف از مهراد دیدن. خب همینجوری که داریم میگذریم متوجه میشیم حاجی من یه ترک گوشم گر یه ترک گوش دارم او. این ترکی مثلش اوفه. بیچاره مامان بابای ما هیچی نمیفهمن ما چی میگیم. مهراد دیدن فیت سامان ویلسون سارا میشه ان مودی موسوی ریتم بای همین اعضای ترک پرودوس و میکس بای مهراد هیدن و هین ده حساس مسترد بای سینا سعیدی اسپانسرد بای کرملین انرژی درینکس. آها دلیل اون کرملینه این بود. همین بریم ببینیم که چه اتفاقی افتاده. وای خدای من، اصلا تون گیتار رو تو به قرآن صدای گیتار ایتری که ایرانی میده یزید. سرین زرین درامبلان رو نداشتم پشما، گفتم الان یه درامبلان کلاسیک هیبیدی هیپ هاپ یا بیا حاجی مسیر ترک و مودی برده جلو به والله. این صدا صدای مودیه، این فلوها، این اجرا، این استال مودیه، به قرآن که تأثیر مودیه. من میشستم دیگه، من کار مودی رو گوش دادم. این خیلی راکتره تا اعضای این گروهه، خیلی راکتر از اون سه نفر دیگه به جز مودی موسویه. عدسم شاکی جز آشوب نیو بردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و کلنجاره، درد سر و جنجاره، دل گرم طرفدار شبیه آهنگای عیده، حس کنم عیده الان. پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط سبدری، دلم برنامه لغ نمیخواد تو چیزی در نمیاد، امشب هرکی مرده بیاد داری میریم برا خرج زیاد، میگم با حال و زشتم جک خاج با شاه خشتم، ریاضی و آمار رشتم آلین باشه عشقم، میگه آلین باشه عشقم، ریاضی و آمار رشتم آلین باشه عشقم، کوه منم دره توی اوف منم اه که توی میخوای با اوف منم اه که توی به رقص ایرانی میاد با این ترک، کوه منم دره توی اوف منم اه که توی میخوای با من کله کنی و شست پامو مزه کنی، نمیدم مهلت به کسافت میخوای با من کسافت فوت فتی کله کنی و شست پامو مزه کنی، نمیدم مهلت بزیرم مجلس و اوج دست نگیرم، من میخوام مسته میرم من الان اردبیلم. آقابت
ایول ما هم تهرانیم. چطور ممکنه ورس اینجوری تموم شه؟ یعنی چی هستن؟ شاید من نفهمیدم. من میخوام مس میدم مهلت بزیرم. آجی عرق سرد دارم میکنم از این بیت آخر. عجز سعوج دست نگیرم. من میخوام مست میرم. من الان اردبیلم. عاقبت بخیر باشه دور تیم ما از بلاست. تیم پر رو و شد سریع کورس اوناد زیاد فکر نکنی به اینکه چی میگه. از تلاست پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی. به جهنم میکشیم خط روی خط زب داری. بگو مرحبا میرم با سر هوا. تنهایی در خفا ته سیاهی و قهقرا. بزا بگن مطربه اون اصلا میگن خال توره. همه بالا پایین نگاه پارکوره. دوتا هیت میدیم کل سال جوره. من خودم بچه بالام و این مرام مال پایینه. بعضیام فشار. صدای سینس اون پشتو چقدر باحال. صدای سینسش انزانشم صدای سینس داشتم. آتی سینسایش هین سینسای هین کلان سینسای باحالیه. یعنی سینسای خاصیه. صدایی که از سینس میتونه در بیاره خیلی چیز باحالی. بالام و این مرام مال پایینه. بعضی هم فشاری میشن تا میبینن حال ما اینه. نمی کنم شر به پا نه خاله بازی سر صدا. په بگو نه به ذات بد به خیر بشه این عاقبت. عاقبت به خیر باشه دور تیم ما از بلاست. تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست. پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی. به جهنم میکشیم خط روی خط زب داری. بودی 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 نگاه کن آخه یارو چی کار میکنه با گیتارش. بابا من 3 جمله شنیدم وسط گیتار زدنش. حرف داره میزنه، یعنی الفابت داره گیتارش. میفهمی چی داره حرف میزنه با گیتار؟ آخه من زورم میگیره. من از گیتار الکتریک از صداش متنفر بودم. گفتم اینو 1000 بار. صدای گیتار مودی اصلا شبیه صدای آدم میشنمش بیشتر تا گیتار. نمیفهمم چی کار میکنه. استندارم که نمیاد بشینیم با هم صحبت کنیم ببینیم چی کار میکنه. چجوری بفهمیم داری چی کار میکنی؟ پس بچه به مودی حمله کنید به پیجش بگید استندار بگیره. نگاه کن چجوری پیچ ها رو بالا پایین میبره. بعد همون نوتو نگه میداره با اکتاف بالا اکتاف پایین. بعد نه فقط اکتاف عوض نمی کنه. یه دستم ول کن بابا. به تو چه کار داره میکنه؟ خیلی با حال وای به تو کاش قبل آلبوم یه من اینو گوش میدادم. انرژی رو به صورت شیاف تزریق کرد بهم. خب بچه این بود ترک اوف از سام ویلسون، سهراب ام جی، مهراد دیدن و مودی موسوی. ترک فکرم ترک مهراد دیدنه، اینجوری که اینجا نوشته شده فیچرینگ بقیه 3 نفره. ترک همونطور که حس میشد مسیر راک میوزیک داشت کلان تا هیپ هاپ. ولی ببین کلان تلفیق دوتا ژانر اولین ایده‌ایه که به ذهن هر کسی برای ایجاد خلاقیت همیشه میرسیده میرسه
و خواهد رسید. یعنی اولین چیز اینه که خب بذار من این رو تلفیق کنم که اصلا اولین اید چی میگن، یکی از مهمترین دلایل برای ایجاد ساب ژانرهای جدید، ایجاد خلاقیت هم هست. یعنی اینکه میگم اولین، منظورم که کوچیک نیست، یه چیز مهمیه. میخواستم اینو بگم که به اینجا برسم که سخت ترین کارم هست اتفاقا درست انجام دادنش، مخصوصا راک و رپ، چون شکل گیریشون یه جوری بوده که تقریبا همزمان، حالا همزمان نبوده، راک خیلی قدیمی تره، ولی خب موقعی که رپ داشت اوج میگرفت توی برانکس، اگه اشتباه نکنم، یه سری چی برانکس نسکش اینا، مثلا بچه زیر پل کوینم، توی برانکس یه سری صحنه های پانک راک هم بوده خیلی. خب اصلا چی میگن، تلفیق این دوتا ژانر با هم دیگه که اولش با دعوا بوده، این تقابل این دوتا ژانر، این دوتا فعالای این دوتا ژانر و فنای این دوتا ژانر با هم دیگه که اولش با دعوا بوده، بعدش منجر به شکلگیری یه سری چیزای جدیدتر شده، یکی از مهمترین اتفاقات شکلگیری پاپ. میگم حاجی کانال یوتیوب مرادی رو سات کنید دیگه، 88 کار. میگم یکی از اولیه ترین ایده هاست و در عین حال یکی از سخت ترین ایده هاست به نظر من، یکی از تمیزترین خروجی رپ راکی که تا الان شنیدم، بدون اینکه میدونی یه مثال میزنم، شما برنج چنونم خورش دیدی بد بپزه، آب و دونش ازم جداست، میفهمی این راکه، این قسمت راکه، یهو رپ شد. مثال ساختار کلاسیک موزیک های لاف سانگ رپ، یا حالا مثلا پاپ رپ، مثلا امینه میاد رپ میخونه، یه هور ریانا میاد کورس ملودیک میخونه، اینقدر جدان از هم، واقعا اون ساختار دیگه خوش نمیذاره به آدم. این موزیکی بود که تار و پودش خیلی خوب تو هم تنیده شده بود، خیلی خوب بچه ها 4 نفر خیلی خوب با هم دیگه مچ شده بودن 100%. که من اول خواستم میگم کورس ملودیکم بهترین قسمت شکه، اون تیکه سولوی مودی موسوی رو میشنوم، مثلا میگم احساس میکنم دارم صحبت میکنم با گیتارش. من واقعا سولوی مودی موسوی رو بیشتر از همه چی دوست داشتم تو این ترک. بعد به نظر من کورس کورس ملودیکم دیگه نیاز واقعا به این که من بگم چه خفنه نداره دیگه. البته نیاز همه چی، همیشه همه چی نیاز به این که من بگم چجوری داره تند نفس. ولی آره کورس فوق‌العاده کچی بود، یه حالت کوچه بازاری هم من از کورس دریافت میکنم، این وایب موزیکای کوچه بازاری هست. و بعد از اون ورس سامیلسون خیلی باحال بود، یه خورده عجیب تموم شد، من اردبیلم. بعد از اون ورس ام جی به نظر من ورس معمولی تری بود، اونقدر فلکسیبیلیتی به نظر من ندار، نه بد نبود واقعا، معمولی تر بود. ولی کلا پروژه برنده و موفقی بود به نظر من. تبدیل تجربه اولین بار شنیدن موزیک ویدیو، شنیدن موزیک خوب بود، چقدر ترکای خوب داره میاد. یکم البته دیرم بود واسه موزیکا، چون هوا داره خنک میشه، این موزیک مال تابس، مال مرداده قشنگ، ولی واسه من ترک 8.5 بود. شما نظرتون رو بنویسید راجع به ترک، راجع به ریاکشن ویدیو رو دوست داشتید لایک نشید، دیسلایک فورگنگ و اینا هم که توی کانتراتون نره. اگه ویدیوهای دیگر رو دوست داشتید ببینید، سابسکرایب بهتون نره، یه دونه زنگول بغل سابسکرایب وجود داره که اگر دوست داشتید از آپلود ویدیوها مطلع شید و سریعتر بتونید برسید به ویدیوها، اون زنگول رو یادتون نره بزنید. مرسی که ویدیوها رو با تبلیغ میبینید، ویدیوهای نه تنها من، کل یوتیوب فارسی رو، پشتوانه کل یوتیوبرهای فارسی، همین تبلیغهای چند ثانیه‌ای که شما میبینید. مرسی تا ویدیوی بعدی. فور نمیتونم لوک ساین نشون بدم، یویو دستم باشه، یویو بخرید، اصلا احساس رضایت از زندگیتون میره حالا وقتی یویو رو میتونید بگیرید. مشکرم بچه‌ها فعلا.